10 سریال خوب و برجسته‌ای که متاسفانه کنسل شدند. مثال سریال های زیاد کنیم که به دلایل مختلف کنسل شدن و برای بعضی هاشون حتی امیدواریم که یه روزی بتونیم دوباره ادامهشون رو ببینیم. با زومجی همراه باشیم. شماره 10، آلترد کربن. سریال آلترد کربن از همون اول بیشتر به عنوان سریالی شبیه به فیلم بلید رانر شناخته میشد. ولی واقعیتش رو بخوایم بگیم، تنها شباهت بین این دوتا اثر فقط دنیای سایبرپانکیشون بود. هرچند سریال آلترد کربن هرگز به کیفیتی که ازش انتظار داشتیم نرسید، اما فصل اولش با همه مشکلاتی که داشت در مجموع جذاب بود و به یکی از سریال های محبوب نتفلیکس تبدیل شد. پس از موفقیت فصل اول، نتفلیکس سریال آلتر کربن رو برای فصل دوم هم تمدید کرد. مشخص هم شد که جوئل کینامن قرار نیست دوباره نقش تاکسی کواچ رو بازی کنه و آنتونی مکی جایگزینش شد، که با توجه به پایان فصل اول هم منطقی بود. هرچند بسیاری از منتقدان و بینندگان از بازی مکی راضی بودند، ولی فصل دوم بدون اینکه از اشتباهات فصل اول درس بگیره به اثری ضعیف‌تر تبدیل شد و نتفلیکس هم بالاخره از لغو سریال آلترد کربن خبر داد. شماره 9، Chilling Adventures of Sabrina. سریال Chilling Adventures of Sabrina یه اثر ترسناک ماورایی فانتزی بود که داستان سابرینا اسپلمن که یه دختر نیمه انسان و نیمه جادوگر بود رو روایت میکرد. سریال توی دو فصل اولش تونست حسابی نظر طرفدارا و کاربرای نتفلیکس رو جلب کنه، اما در ادامه انگار مسیرش رو گم کرد. با اینکه بازی بازیگرا و منطق داستانی و موارد دیگه توی دو تا فصل اول با ستایش منتقدا و بینندگان همراه شد، اما انتقادات از سریال نسبت به فصل‌های سوم و چهارم به حدی بالا گرفت که نتفلیکس طبق عادت چند وقت اخیرش تصمیم به لغو ادامه پخش Chilling Adventures of Sabrina گرفت. اتفاقی که هر چند طرفدارای سابرینا رو عصبانی کرد، اما خب پایان بندی ضعیف فصل چهارم کار خودشو کرد. شماره 8، The OA. سریال The OA از اون دسته سریالایی هست که احتمالاً خیلی از کنسل شدنش عصبانی شدن. این سریال درام و علمی تخیلی داستان پریری جانسون رو دنبال میکنه که بعد از 7 سال دوباره پیدا شده. پریری که قبلا نابینا بوده الان دیگه مشکلی نداره و میتونه همه چیز رو ببینه. سریال دی او ای با تحسین و استقبال خیلی خوبی مواجه شد و نتفلیکس هم این سریال رو برای فصل دوم تمدید کرد، ولی فصل دومش چیزی حدود 2 سال و 3 ماه بعد از پایان فصل اول از نتفلیکس پخش شد، طوری که اصلا خیلی فراموش کرده بودن که فصل دومش داشته ساخته می شده. خیلی هم از نتفلیکس بابت تبلیغات ضعیف فصل دوم سریال دی او ای انتقاد کردند. با اینکه سریال تونسته بود دوباره نظر خیلی ها رو جلب کنه، اما در نهایت نتفلیکس تصمیم به لغو این سریال گرفت. شماره 7، فلش فوروارد. When the blackout happened and the entire world saw the future, we all wondered would our visions come true.
شاید خیلی ها اسم سریال فلش فوروارد رو نشنیده باشن، ولی این سریال علمی تخیلی از اون کارهای با کیفیت و با پتانسیلی بود که متاسفانه بعد از یک فصل جذاب به طور ناگهانی و غیر قابل باوری لغو شد. داستان سریال از جایی شروع میشه که تمام مردم دنیا برای مدت کوتاهی بیهوش میشن و 6 ماه آیندهشون رو توی این بیهوشی میبینن. سریال فلش فوروارد با اینکه تونسته بود نظر خیلی ها رو جلب کنه، ولی تعداد مخاطباش ظاهراً اونقدری نبود که سران ABC رو برای فصل دوم ترغیب کنه. ولی خب خیلی ها میگن این سریال اگه در زمانه امروز منتشر میشد قطعاً در یکی از سرویس های استریم میتونست پادشاهی کنه. شماره 6، دردویل. بدون شک باید بخش زیادی از محبوبیت و شهرت نتفلیکس رو پای موفقیت سریال دردویل نوشت. سریال دردویل یکی از محبوب ترین سریال های نتفلیکس بود که داستانی تاریک و جذاب با صحنه های اکشن و نفسگیر به مخاطباش ارائه می کرد. اما درست زمانی که دیزنی تصمیم گرفت تا سرویس استریم خودش رو راه بندازه، نتفلیکس توی کار غیرمنتظره تصمیم به لغو تمامی سریال های مارولی خودش گرفت. نتیجه هم این شد که سریال دردویل بعد از 3 فصل موفق لغو شد، اونم در حالی که سازندگان تا فصل 5 برای سریال دردویل برنامه ریزی کرده بودن. شماره 5، وین. شاید تلاش یوتیوب برای ساخت سریال های اوریجینال سرنوشت خوبی نداشت، ولی این سرویس استریم شرکت گوگل دارای چند سریال خوب هم بود. یکی از این سریال ها بدون شک سریال وین بود که توسط نویسندگان فیلم ددپول ساخته و از یوتیوب پخش می شد. سریال وین داستان وین رو دنبال می کنه که پس از مرگ پدرش تصمیم می گیره یک سفر جاده‌ای رو شروع کنه و این وسط معشوقش رو هم با خودش می بره. سریال وین یک اثر کمدی اکشن جذابه که شاید اگه برای شبکه دیگه می ساختنش الان داشتیم در مورد فصل دوم یا حتی سومش حرف می زدیم. متاسفانه سریال وین توی سال 2019 کنسل شد، ولی چند وقتیه که دوباره به شبکه آمازون اومده و حالا ممکنه بالاخره این سریال رو برای فصل دوم ببینیم. ما که امیدواریم. شماره 4، Person of Interest. سریال Person of Interest یک سریال جنایی، اکشن و علمی تخیلی از جاناتان نولان، برادر کریستوفر نولان معروف بود. سریال با اینکه خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و یکی از محبوب ترین سریال های CBS شناخته می شد، توی 2 فصل آخرش با افت شدید بیننده مواجه شد. جالب اینجاست که از سریال Person of Interest به عنوان یکی از بهترین سریال های جنایی و علمی تخیلی تلویزیون یاد می کنند. اما سریال به طرز خیلی عجیبی لغو شد و حتی تعداد قسمت های فصل 5 هم به 13 تا کاهش دادند. البته بعدا مشخص شد که دلیل لغو سریال سود پایینش برای شبکه CBS بود. I've been watching you for a long time, Mr. Reese. I think you and I can help one another. What do I need? You need a purpose. More specifically, you need a job. شماره 3، Firefly. سریال فایرفلای یک وسترن فضایی از جاس ویدن، کارگردان فیلم اونجرز بود که شاید توی سال اشتباهی اومد. سریال با اینکه خیلی مورد تحسین قرار گرفت، اما اونقدر دیده نشد که فاکس اونو برای فصل بعدی تمدید کنه. اما سریال فایرفلای تازه چند سال بعد از لغو شدنش اونطور که باید دیده شد و برای طرفداراش یه سریال کالت به حساب میاد. البته بعدش یونیورسال فیلم سرنیتی رو تولید کرد که ادامه سریال فایرفلای بودش و جاس ویدون و بازیگرای سریال هم به این فیلم برگشتن. اما فیلم سرنیتی هم توی گیشه شکست تجاری خورد تا پرونده این مجموعه به طور کامل بسته بشه. شماره 2، هانیبال. سریال هانیبال اثر برایان فولر از اون دسته سریالاییه که توی شبکه اشتباهی پخش شد. این سریال ترسناک که مراسم قتل رو به شکل نوعی آشپزی برگزار میکنه، بعد از پخش 3 فصل از شبکه NBC لغو شد. فولر قبلا گفته بود که حداقل برای 2 فصل دیگه ایده داشته و فصل 4 هم قرار بود از روی رمان سکوت بره‌ها ساخته بشه. ولی باید ببینیم بالاخره شبکه حاضر به احیای سریال هانیبال میشه یا نه. و شماره 1، لویی.
Ladies and gentlemen, Louis C.K. لویی یک کمدی سیاهه که به وسیله لویی سی کی ساخته شده. این سریال برداشتی آزاد از زندگی لویی سی کی رو به تصویر میکشه که از زندگی روزمرش گرفته تا اجراهای استنداپ کمدیش رو به تماشا میشینیم. اما بعد از حواشی که برای لویی سی کی ایجاد شد، شبکه فاکس که صاحب افکس بود تمامی قراردادهای خودش با این کمدین برجسته رو لغو کرد و باعث کنسل شدن بی سر و صدای سریال لویی شد. ممنونم که ویدیو ما رو تماشا کردید. شما طرفدار کدومی که از این سریالا بودین و با لغو شدنشون ناراحت شدید؟ آیا به نظر شما دلایل لغو شدنشون منطقی بودن؟ حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و یادتون نره که کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه بشید. خدا نگهدار.